سلام دوست عزیزم، امیدوارم حالتون خوب باشه. من مجید روستا هستم و این هفته با آموزش آهنگ بت پرست معین برای سنتور در خدمتتونم. بریم اول آهنگ رو بشنویم، با فضای کلیش آشنا بشیم تا توضیحات لازم رو بهتون بدم. با من همراه باشید. که این آهنگ در دستگاه شور هست، یعنی عزیزان مبتدی که اکثرا سازهاشون در دستگاه شور کوک شده میتونن این آهنگ رو بزنن و احتیاج نیست که به کوک سازشون دست بزنن. من این آهنگ رو در دو سطح آماده کردم. سطح مبتدیش رو بدون نوت، اسم تک تک نوت‌ها رو خوندم که عزیزان مبتدی بتونن بزنن، و در سطح پیشرفته ترش نوت نویسی کردم. کمی آرپج داره که باید با دقت بیشتری نوت رو نگاه کنید و آموزش رو با دقت ببینید تا بتونید با آرپژ این قطعه رو بزنید. مرسی که مثل همیشه ویدیوهای منو لایک میکنید و برام کامنت میذارید. بریم تا آموزش رو ببینیم. خب دوستان، چیزی که برای شروع کار خیلی مهمه اینه که شما حتما ساده قطعه رو بزنید. یعنی توصیه من اینه که اول سادهش رو که الان اسم تک تک نوت‌ها رو میخونم حتما بزنید و بعد آرپژ‌ها رو بهش اضافه کنید. خیلی میتونه براتون مفید باشه. و همونطور هم که گفتم دستگاه شور هست، لا کرونه در سیمهای سفید، در پشت خرک بموله، در سیمهای زرد هم لا کرون هست و سی بمول داریم در هر دو طرف، می هم بمول داریم در هر دو طرف. خب شروع میکنیم. فقط خواهش که ازتون دارم اینه که روی یک سر ضربی بیفته، یعنی وقتی که دارید ساده قطعه رو میزنید یه ضربه پای باش بگیرید، یه سرضرب حدودی و نسبی داشته باشه. من الان مثال میزنم براتون که ببینید. سول سی دو ره 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 دو سی ره ره دو 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 دو. همونطور که میبینید یه سرضرب، یه ضربه پای دارم براش میگیرم. اینو خیلی دقت بکنید که کار بدون سرضرب و بدون ضربه پا نباشه. خب شروع میکنیم. اسم تک تک نوت ها رو میخونم. سول سی دو ره 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 دو سی ره ره دو 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 سی لا دو دو سی 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 لا سول سی فا لا سی دو لا سول 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 سی فا لا سی دو لا سول 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 سی دو ره 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 دو سی ره ره دو 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 سی لا دو دو سی 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 لا سول سی فا لا سی دو لا سول 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 سی فا لا سی دو لا سول 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 سی 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 ره دو دو سی دو سی لا فا لا 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 دو سی سی لا سی لا سول 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 سی لا لا سول لا سول فا فا لا سی دو لا سول 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 سی فا لا سی دو لا سول 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 سی عذرخواهی میکنم سول سی 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 ره دو دو سی دو سی لا فا لا 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 دو سی سی لا سی لا سول 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 سی لا لا سول لا سول فا فا لا سی دو لا سول 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 سی فا لا سی دو لا سول 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 سول. خب حالا اگر که دستتون راه افتاده باشه میتونید با همین نوت‌خوانی که من کردم قطعه رو بزنید. حالا من برای عزیزانی که باز مبتدی تر هستن مجبورم که یک بار دیگه قطعه رو بزنم، ولی با سرعت کمتر. شروع میکنیم. سول سی دو ره 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 دو سی ره
سی دو لا سل 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 تکرار میشه سل سی دو ره 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 دو سی ره ره دو 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 سی لا دو دو سی 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 لا سل سی فا لا سی دو لا سل 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 سی فا لا سی دو لا سل 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 سی 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 ره دو دو سی دو سی لا فا لا 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 دو سی سی لا سی لا سل 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 سی لا لا سل سل فا فا لا سی دو لا سل 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 اینم تکرار میشه سل سی 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 ره دو دو سی دو سی لا فا لا 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 دو سی سی لا سی لا سل 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 سی لا لا سل سل فا فا لا سی دو لا سل 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 سی فا لا سی دو لا سل 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 همونطور که گفتم چیزی که مهمه در ساده زدنش اینه که حتما یک ضربه پایی براش گرفته بشه. من باز حس میکنم که یک کمی تند شد ولی خودتون سعی کنید که این ویدیو رو استاپ بزنید و بتونید تیکه تیکه قطعه رو در بیارید. خب حالا برای اجرای پیشرفته تر این قطعه من نوتش رو نوشتم. فقط نوت نویسی که من کردم طوریه که عزیزان مبتدی و متوسطه راحت بتونن بزنن. حالا برای کسایی که پیشرفت بیشتری کردن نکاتی رو میگم در ادامه ویدیو که یه سری آرپژ ها نوت های زینتی بهش اضافه کنن که باز قطعه سرحالتر و بهتر بشه. خب الان دقیقاً طبق نوتی که نوشتم میخوام اجرا کنم، فقط اگر که بعضی از نوت‌ها اشتباه خورد به این دلیله که دارم همزمان به نوت نگاه میکنم. شروع میکنیم. تکرار میشه ادامه خب حالا برای راست و چپ های این قطعه من همیشه اعتقادم بر اینه که برای قطعات پاپ، قطعاتی که خیلی پیچیدگی ندارن و ساده هستن، بهتره که تقسیم بکنید، یعنی که به صورت مساوی از هر دو دست استفاده شه. ببینید مثلا من ساده شو میزنم، توجه بکنید. قسمت مساوی دارم استفاده میکنم، منتها قسمت هایی که روی یه نوت قرار تعداد زیادی اجرا بشه اونا رو با راست میزنم همه رو. ببینید به نظرم راحت تره. در غیر این صورت
تقسیم کردم، یعنی به صورت مساوی از هر دو دست استفاده میکنم. همچنین توی آرپج زدن هم همین اتفاق میفته، البته بیشتر توی قسمت سیم‌های زرد دست راست در واقع فعالیت داره و در قسمت سیم‌های سفید دست چپ، ولی گاهی وقتا این دوتا مداخله میکنن تو کار هم، یعنی باید حواستون باشه گاهی وقتا این دست راست که داره آرپج میزنه میاد توی ملودی هم شراکت میکنه، باید حواستون باشه به این موضوع. مثل همین الان ببینید، اینجا آرپج رو داشتم میزدم و بعد دست راست اومد به ملودی کمک کرد که ملودی اجرا بشه. حالا باز برای این که بتونیم پیشرفته تر اجرا بکنیم دقت داشته باشید که وقتی میزنیم سی دو ره ره، ما توی آرپژ سول سی ره کلی میتونیم مانور بدیم. ببینید سی دو ره 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 دو سی ره، پر میکنم این ره آخر که کشش زیادی داره رو با آرپژ هایی که مورد نظرمون هست همون سول سی ره هست، با سی و ره دارم پر میکنم. شده ام بود پرست تو، ببینید با سول سیره پرش کم چون اون تو رو داره خیلی میکشه. شده ام بود پرست تو، بسم به چشمون مست مست تو. اوکی به این شکل. حالا ما اگر که بخوایم باز بهش آرپژ اضافه کنیم باید حواسمون به این کشش ها باشه و ببینیم که هر کجا کشش زیادی هست روی اون کشش ما میتونیم آرپژ بزنیم. حالا اگر که اون کشش روی مثلا نوت دو بود میتونیم از آرپژ سول دو می استفاده کنیم یا فالا دو، اینو قبلا هم گفتم، یا اگر روی سی بود سول سی ره. با توجه به ریتم آهنگ این اتفاق میفته، پس کشش روی هر نوتی باشه مثلا اگه سی باشه ما میتونیم با آرپژ سول سیره اینو پر کنیم، یا فقط سول سیره نذاریم، شکلهای مختلف مثلا سیره سیره سول سیره سی مثلا و شکلهای مختلف، ولی توی همین آرپژ باشه، دقیقا توی آرپژ مورد نظرمون باشه.